اگر خاطر شریف دوستان عزیز بینندمون باشه، ما بحث دین و دینداری در آخر الزمان رو با حاج آقای عالی آغاز کردیم. جلسه گذشته ایشون یک بحثی رو داشتن در خصوص عواملی که به دین آسیب میرسونه. عوامل به دو دسته تقسیم شدن، یک دسته عوامل درونی بودن و یک دسته عوامل بیرونی. از مهمترین عوامل درونی که به دینمون آسیب میزنه پیروی از هوا و هوس، پیروی از خواهش های نفسانی که خدا میدونه چقدر آسیب میرسونه به دینمون. از اونجایی که در آموزه های دینیمون بسیار بسیار تأکید شده بر اهمیت دینداری در دوره آخر الزمان و حتی سختی های اون یادآوری شده، ما خیلی باید مراقب خودمون باشیم. حالا بحث هوا و هوس رو که آقا مطرح کردن، یک سوالی در اینجا به ذهن متبادر میشه و به ذهن خطور میکنه و اون همین که حاجای عالی، هوا و هوس همیشه بوده و هست. در طول تاریخ از صدر اسلام و حتی قبلش پیروی از خواهش های نفسانی چیزی بوده که مطرح بوده. چرا شما این رو به عنوان یکی از عوامل درونی و حتی از مهمترین عوامل درونی که به دین آسیب میرسونه مطرح کردید و این چه اختصاصی به آخر الزمان داره و به دوره ما؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینجور که فرمودید، این عامل و بعضی دیگه از عواملی که حالا بعداً انشاءالله بحثش مطرح خواهد شد، عواملی نیستن که اختصاصاً در آخر الزمان آسیب و ضربه به دین بزنه. هوا و هوس همینجور که می‌فرمایید همیشه بوده و همیشه هوا و هوس و گناهان و آلودگی ها مانع دین و دینداری بوده. منتها نکته ای که هست اینی که در آخر الزمان زمینه و شرایط برای گناهان بسیار فراهم تره، یعنی به گونه‌ای خواهد شد موقعیت آخر الزمانی که گناه سهل میشه، آسان میشه، زمینش از هر زمانی فراهم‌تره. یعنی آدم ها راحت تر گناه میکنن، کما اینکه نقطه مقابلش دینداری شرایطش سخت‌تر میشه، یعنی موانع دین و دینداری بیشتر میشه. در رتبه گناه اینه، دلیلش هم اینه که در آخر الزمان یک فرهنگ مادی سر بلند میکنه و به یک اوجی میرسه که اون فرهنگ مادی که ما در جلسات گذشته عرض کردیم، شاید دجالی که به عنوان فتنه‌گر و فریب پرفریب در آخر الزمان ظهور میکنه و فساد رو گسترش میده، شاید همین فرهنگی یک چشمی باشه که فقط نگاهش به دنیا و مادیات هستش. خب در آخر الزمان این فرهنگ با ابزارهای قوی و جذابی که در اختیار داره آنچنان فساد رو و ابتذال رو گسترش میده که در اثر این گسترش کم کم قبح گناه و منکرات ریخته میشه، حساسیت انسان ها نسبت به گناهان کم میشه. همون چیزی که پیغمبر اکرم فرمودن که در آخر الزمان جای معروف و منکر عوض میشه. اون فرهنگ دجال منش کاری میکنه که دیگه در ذائقه ها گناه تلخ نیاد، بلکه برعکس، با به هر حال تزیین، با بزک کردن، با تبلیغات فراوان، با جذابیت هایی که داره، گناه رو در ذائقه ها شیرین جلوه بیده و برعکس کارهای خوب و معروف و ارزش های دینی و اخلاقی رو منفور. ببینید این خیلی نکته مهمی است. من اجازه میخوام یه خاطره ای رو نقل بکنم. در یکی از این کشورهای اروپایی من یک کسی به من اومد پیش من گفتش که آقا من خانواده نجیب و متدینی هستم. واقعا هم خب نسبتا آدم متدینی بود. میگفت یک مرتبه دختر من که تو دبیرستان درس میخونه، معلم ایشون من رو خواست که در رابطه با دخترم صحبتی بکنی. وقتی من با معلم ایشون صحبت کردم، دیدم ایشون میگه که دختر شما بیماری داره، مشکلی داره، افسردگی داره. گفتم چطور میگه؟ گفت چرا ایشون ارتباط برقرار نمیکنه، با پسرها ارتباط نداره. چرا دوست پسر دیگران دارن ولی ایشون دوست پسر؟ ناراحتی میگه داره، میگه بیماری داره. ببینید، یعنی اینو قبیح میشمردن. میخوام همینو عرض بکنم، جوری شده که اگه یه دختری میخواد نجیب زندگی بکنه، عفیف زندگی بکنه، این رو بیمار میدونن. یعنی درست همون چیزی که پیغمبر فرمود، معروف، عفت و حیا و نجابت، مثل این که یک منکری شده، گویی اصل بر لیبندواری هستش. یکی از اساتیدی که توی فیلادلفیا توی یکی از ایالت‌های آمریکا هستش، شاید 70 سالشه ایشون زندگی میکنه، ایشون این رو به یکی از اساتید برجسته کشور ما
نقل میکرد، بگفتش که من نمیبخشم اون کسی که من رو فرستاد که در اینجا زندگی بکنم. سوال کرد که برای چی، چه اتفاقی افتاده؟ گفت چند روز پیش من شب دیر وقت بود، برگشته بودم منزل، دیدم که اتاق دخترم چراغش روشنه، گمان کردم شاید مریضی داره که این موقع شب چراغش روشنه. رفتم در زدم، در رو باز کردم، دیدم متاسفانه کنار یه مرد آمریکایی هستش. من عذرخواهی کردم، سری در رو بست. دخترم اومد با پرخاش هرچی از دهنش میرسید به من گفت و بعد گفتش که تو چه حقی داشتی که در رو باز کردی؟ من گفتم من نگرانت شدم، گمان کردم مریض هستی. گفتش که نه، اگه یک بار دیگه اینجوری در رو باز بکنی من زنگ میزنم به پلیس که پدرم من رو اذیت میکنه. ای بابا، ببینید یعنی چه اتفاقی داره رخ میده که او به جای اینکه عذرخواهی بکنه، پدر رو که اومده نگرانش بوده او رو وادار به عذرخواهی میکنه و تازه طلبکار هم هست. این جا به جا شدن همون ارزش ها هستش. من عذر میخوام که هی باید این مثال رو تکرار بکنم. ببینید همجنسگرایی تا چند سال قبل یه فحش محسوب میشد، اما الان قبحش ریخته، فحش نیست. تو بعضی از این ایالت ها قانونی شده که هیچی، بلکه نشانه اوپن بودن و روشنندیش بودن. بعضی وقتایی تو خیابون میان حقوقشون رو مطالبه میکنن کاملا، یعنی با یه تظاهرات خیابانی حقوقشون رو مطالبه میکنن و هیچ ممانعتی ازش نیست. تازه کشوری مثل ایران رو محکوم میکنن که چرا توش ممنوعه، چرا خط قرمزهایی داره که مثلا این پدیده درش رواج نداره، آزاد نیست. خب این همون مسئله ای هستش که در آخر زمان این فرهنگ مادی به ارزش های الهی و انسانی آنچنان حمله میکنه که عفت، حیا، پاکدامنی، احترام به والدین، پابند بودن به ارزش ها و پایبند بودن به خانواده، اینا همش زیر سوال میره و از این جهت هستش که زمینه برای گناهان فراهمتر از هر زمانی است. باز من تکرار میکنم اون حدیث پیغمبر عجیبه که وقتی ارزش ها وارونه بشه، معروف و منکر جاش عوض بشه، طبیعتاً ساده ترین زمان برای گناه کردنه، زمینه برای گناه از هر زمانی فراهم تره، کما که دینداری تو این زمان موانعش از هر زمانی بیشتر و دینداری سخت‌تر. بسیار خوب. بهترین دعایی که فکر میکنم تو این دور زمانم میشه کرد اینه که خدا آخر عاقبت هممون رو ختم به خیر بکنه. فکر میکنم بهترین دعا باشه دیگه، اللهم مجل عواقب امورنا خیرا. حالا نکته اینجا باز مطرح میشه آقای عالی، حالا که شرایط گناه فراهمتره، زمینه های گناه کردن فراهمتره و موانع دینداری سر راهمون قرار میگیره و دینداری سختره، مثلا خب خیلی وقتا تو این دور زمونه که ما تو زندگی میکنیم روابط نامحرم بسیار شاید وقتای عادی جلوه بکنه، یا برخی از گناهان که قبحش ریخته شده که حالا دوستان عزیز هر کسی میتونه تو ذهن خودش تصور بکنه که چه گناهانی خیلی ساده شرایطش فراهم میشه و خیلی ساده مردم گناه میکنن. حالا یه سری هستن در مقابل این موانع میستن و سعی میکنن که در دینشون ثابت قدم باشن و این موانع رو به سلامت پشت سر بگذارن و دینشون رو از دست ندن. اینهایی که شاید یه وقتایی خدای نکرده مورد تمسخر اطرافیان هم قرار بگیرن به خاطر همون جابجایی معروف و منکر، ولی به خاطر خدا و به خاطر حفظ دینشون همه اینا رو تحمل میکنن. اینا چه جایگاهی دارن پیش خدای متعال؟ یعنی خدا با اینا چه جوری برخورد میکنه؟ احسن. واقعش ببینید اتفاقا هنر دینداری تو آخرالزمان خودش رو نشون میده و به تعبیر روایات دین آریه‌ای از دین پایدار و مستقر جدا میشه. در روایات ما هستش که ایمان دو جور هست. بعضی از ایمان‌ها ایمان‌های آریه‌ای است، ایمان‌های سست مثل امانتی که شما می‌گیری از این دست از اون دست مرتبه برمی‌گردد، ایمان‌هایی است که اچ بسا فصلی و جویه، یعنی وقت شدائد می‌ریم سراغش از این ایمان کمک می‌گیریم. یعنی می‌خوام عرض بکنم وقت شدائد اچ بسا ممکنه این ایمان از دست بره، می‌خوام اینو عرض بکنم، سطحیه، عمیق نیست، پایدار نیست. تو جوهای سنگین، تو جایی که همون که شما اشاره کردید، احیاناً شخص مورد متلک هایی، طعنه هایی، مسخره هایی قرار بگیره، مقاومت دیگه نمی کنه و این رو از دست میده. تو آخر زمان کسانی که ایمان های پایدار و مستقر دارن اونها باقی میمونن و ما باید به همین سمت بریم، ما باید به همین سمت بریم. هنر دینداری عرض کردم در آخر زمانه و
و هنر دینداری استقامت در دینداریه. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اون کسانی که گفتن الله پاشم ایستادن. هنر دینداری اینه. شما نگاه بکنید، هنر این هست که اون زمانی که من شرایط برام فراهم هست، تو محیطی هستم که اگر گناه بکنم یا کسی نمیبینه یا اگر ببینه تشویقم هم میکنن، تو شرایطی هستم که ای چه بسا پاک بودن، پاک زیستن، پاک کاسبی کردن، حالا این شرایط که دارم عرض میکنم، این محیط بخواد داخل کشور باشه یا خارج از کشور، میخواد تو خونه ای باشه یا تو محیط کاری باشه یا تو مدرسه باشه، توی شرایطی هستم که پاک بودن ای چه بسا یه جاهایی باعث طعنه و مسخره بشه. اینجا ایستادگی کردن هنره. ببینید شما نگاه بکنید قرآن رو، یکی از داستان‌های بسیار طولانی قرآن داستان حضرت یوسف، با اینکه معمولاً قرآن داستان‌هایی رو که نقل می‌کنه کوتاهه، خیلی مفصل نیست، اما این داستان رو خیلی طولانی در ضمن یک سوره به همین اسم آورده و این رو به عنوان بهترین داستان‌ها نامیده. چرا؟ چون یکی از دلایلش این هست که تو این داستان قرآن می‌خواد هنر انسانیت و اراده انسان رو نشون بده، هنرمند بودن یک دیندار رو نشون بده، که یک دیندار در اونجایی که کسی گناه او رو نمیبینه، شرایط از هر جهت در خلوت با نامحرم برای او فراهم هست، اما در این حال اراده او مقاومت میکنه و فائق میاد. البته ممکنه حالی کسی اینجا بیاد بگه خب او پیغمبر بود، این حرف درستی نیست. در این حال که پیغمبر بود، اما غریزه های بشری داشت، غریزه هاش مثل بقیه انسان انا بشرم مثلکم، و در این حال که این غریزه ها رو داشت مقاومت کرد. این اولا، و ثانیا که فقط منحصر به یوسف نیست، در قرآن زن فرعون رو هم به عنوان یه نمونه ذکر کرده که در خونه فرعون، یعنی خانه ام الفساد، کاخ، محیطی که آلودگی ها معمولا فراهم هستش، محیط اشرافی که معمولا همه نوع گناهان زمینش فراهم هست، اما در اونجا ایستادگی کرد. آسیه همسر فرعون نه پیغمبر بود، نه پیغمبرزاده، نه امام بود، نه امامزاده، اما در این حال مقاومت کرد و قرآن او رو به عنوان ضرب المثل برای مؤمنین، الگو برای مؤمنین معرفی میکنه.